سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه سیوم خرداد ماه ایرانی برابر با 19 ژوئن 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران که البته اقتضای حرفه‌ای این برنامه در سالیان سال هستش حالا چرا با این تاکید و عبارت اشاره کردم مدام وقتی نگاه می‌کنم بررسی مطبوعات چاپ تهران رو با سایر رویدادها یک هماغوشی، یک گره مستمر با هم دارن و خواستم از خبر شروع کنم از نظر شروع کنم دیدم بی توجه به نوشته های همکاران نگار در تهران این امر ما سر نیست خب باستا به مناظره ها و مهمانان جدید در برنامه های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ایران طبیعتا بر صدر بسیاری از روزنامه های چاپ تهران جای داشت آمدن آقای محمد جواد زریف دیپلمات پیشین دولت دولت روحانی در کنار آقای پزشکیان با عبارت های بسیار تند و تیز از سوی دو جریان در واقع مورد توجه واقع شد ارادتمندان به جریان پزشکیان و حوزه اصلاحات از طوفان ظریف گفتند بعد از اینکه شب گذشتهش از شب پزشکیان گفتند الان از طوفان ظریف گفتند و دیگرانی هم یعنی رسانه‌های دست راستی از بازگشت مردان بازنده سخن گفته بودند. طبیعتا ناگزیرم بخش هایی از اظهارات آقای ظریف رو ببینیم مستنداتی که بر آقای پزشکیان ساخته شد مستندی که بر آقای جلیلی ساخته شد سر مقاله هایی که به این موضوع داره اشاره میکنه روند انتخابات رو یه مرور کوچکی داشته باشم اما مایلم طبق معمول و همون وفاداری که میخوام به محضر گران و روزنامه ها داشته باشم یک نگاه داشته باشیم به روزنامه هر چند تا خیلی مشابه و مشترک هست اما با دیدن این عناوین روزنامه ها ما میتونیم به سمت یک مسیر تحلیلی منسجمتری هم حرکت کنیم همون گونه که اشاره کردم روزنامه های نزدیک به طیف مصوم به تحول که اساسا به اردوگاه اصلاح طلبان منتصب هستند و عمدتا هم مدافع گفتمان آقای پزشکیان هستند یا آقای پزشکیان رو نماینده خودشون میدونن خب به ستایش آقای ظریف فرداخته بودن الان میبینیم روزنامه آرمان ملی در گزارشی تحت عنوان طوفان ظریف آقایان پزشکیان و آقای ظریف رو در کنار هم نشانده و این گونه نتیجه می گرفت که هم پزشکیان و هم ظریف به نحوی از آنها در مسیر گرهگشایی از بحران های جهانی هستند و نوعی تعامل و اقتصاد و سیاست تعامل گرایان رو با جهان توصیه می کنن. به نقل از پزشک نوشت که برای من دیپلماسی و مذاکره ذلت نیست شعاری که جیب مردم رو خالی کند نخواهم داد دیگر فرصت درجا زدن ندارید اینجا که میگه شعاری که جیب مردم رو خالی کند نخواهم داد خب داره یه به نحوی از به رقیب یعنی آقایان زاکانی و یا آقای سعید جلیلی حالا زاکانی که یه جوری شارلاتانه اصلا به وقتش هم مذاکره میکنه بازی واژگانی میکنه جلیلی یه جوری باورمنده یعنی با اون تیف مصباحیه و تفکر مدیریت جمع کرانی. من پوزش میخوام صدای پس زمینه اومد یه لحظه و نقل از ظریف هم نکاتی رو نوشته که میبینیم که همون که سلام مهم است مردم هم مهم است شعاری نگذارید بگوییم در آن شش ماه تلخ چه گذشته اینا که من اعتماد رو نشون خواهم داد روزنامه سازندگی این رو با واجه های بسیار مؤثرتر یا کاریتری منتشر کرد که میبینید آقایان ظریف و پزشکان رو کنار هم نشانده و نشان میدهد که گویا به هنگام ورود به سالن سخنرانی در صدا و سیما سالن مناظره هم دوش هم حرکت میکنند زخم کاری ظریف یعنی به نحوی از آنها در صدد این بود که اشاره کنه که مثلا ظریف با ورودش و با این گوره حمایتی که کرد طبیعتا معادلات میتونه و هم بزنه و یک زخم کاری و جریان اصولگرایان داشته روزنامه هم, می هم رو هم میبینیم طوفان ظریف همون عبارتی که گفتم خیلی از روزنامه های نزدیک به آقای پزشکان این رو استفاده کرده بودند روزنامه فرهیختگان یه تحلیل خیلی خوبی داشت که من به اون جداگانه خواهم پرداخت تحلیل بسیار درستی بود اتفاقا حالا ده حد گزارش تایتل رو ببینیم زده منتظر معجزه نباشید اتفاقا از بی تاثیر بودن روند خواهد گفت که اصلا مناظره نمیتونه معجزه ایجاد کنه تحلیلی که من همیشه ارائه میکردم یه تحلیل خیلی خوبی دیگری داره که من اون رو حد یکی دو پاراگراف بعد از اینکه چند روز رو دیدیم این رو خواهم گفت روزنامه هم شهری خوب من آقای زاکانی هست طبیعتا گفتم این تیف از روزنامه ها که به اردوگاه اصولگرایان هستن و خودشون رقیب جریان پزشکان میبینن به خشم آمده بودن ادبیات بسیار تهاجمی داشتن مشمول عبارت لجن پراکنی آقایشان نشده یعنی مرزها رو نشکستن اما در اون مسیر دارن میقلتن هم شهری رو میبینیم پنجاه خطا در ده دقیقه تصویری کاریکاتورگونه و کج و معوج از آقای ظریف ترسیم کردن و گفته که همه اشتباهات و مقالطات آقای ظریف در یک سخنرانی که به همین حضور ایشان اشاره کرد و میپرسید چرا ظریف تصور میکنه مردم گذشته رو فراموش میکنه و ده ها الان شما میبینید اناوین اشتباهات ظریف رو نام برده حالا من اینجا نه اینکه کسی بخواد اصلا حمایت از آقای ظریف بکنه وارد این بازی بشه این بازی نظام فقه هاست من این پیشا پیش بگم اما در این بازی نظام فقها یک روزنامه نگار منصف و یک تحلیلگر نمیتونه از اشارات های عادلانه دور بمونه از اینکه ظریف در واقع یکی از در قیاس با طیف زاکانی و جلیلی و اصلا همه مردان جمهوری اسلامی یه سر و گردن ازشون بالاتره که شک نیست یک تکنوکرات یک سیاستدانه یک آدم آگاهی برجام رو هم در مسیر درستی داشت پیش می برد اینجا هم بیان کرد که نگذارید بگویم اون شش ماه ترق بر ما چه گذشت خب این بخش سیاسی شه که ما انتقاد داریم البته زاکانی نمیتونه غلط دیپلماسی خارجی ظریف رو در بیاره این رو بگم زاکانی و طیف آقای زاکانی همون کسانی هستن که اساسا تحریم رو نعمت میدونستن و حتی الان هم میدونن از عبارات ایدئولوژیک مثل همون در ری شعب عبی طالب سه سالی که محمد رسول الله پیامبر مسلمین با یارانش اونجا مانده بودن بازآفرینی و مدلسازی سازی می میکردن هم آقای زاکانی و رئیسی و جلیلی و غالیباف و همه این موسوم به اصول گرایان کسانی بودند که در 88 تمام قد پشت محمود احمدی نژادی ایستادند که اصلا گفتن که اینقدر قطنامه بدید که قطنامه پاره شود با همین عبارات اینها نمیتونن در واقع ناقد و منتقد کارنامه برجامی مردان هسته ای باشن حالا از اینکه ما گلایه ای داریم به طور کلی و به طور در سطوح بالاتر ماجرا از جنس دیگر هست ادامه میدم با دیگر مطالب وطن امروز از جمله روزنامه های خب تون روی است که همیشه اشاره میکنم یه جوری اینام ترسیدن روزنامه مثل همشهری مثل وطن امروز مثل جوان کیهان یه ذره سکوت کرد اینو ترسیدن که مثلا با آمدن آقای ظریف ما بود دفعه افسار پاره کنن حالا ظریف خیلی ظریف هم صحبت کرد چون من ناگزیرم بخش از صحبتشون رو باید پخش کنم ساعت رو باید نگاه کنم وطن امروز در تیتر که زده شما میبینید هشدار 92 یعنی باز آمدن احتمالی طیف روحانی ها یا داشتی داشت و از باسازی دو قطبی های کاذب گذشته در انتخابات ریاست جمهوری چهارم گفته بود جوان هم که میبینیم با تیتر بازگشت تیم بازنده یه دیگه حمله آشکار و علنی داشت و اشاره کرد که مسئله تحریم ها همچنان داغ جذاب اما بدون پاسخ و راحل منطقی از طرف تیم روحانی در بخشی از گزارش روزنامه جوان گلایگون نوشته بود که اکنون را ببینید که کجا ایم و چه به دست آوردیم این چیزی بود که منتقدان مذاکره پیش یک حرف هم بیشتر نداشتند آمریکا کاری نخواهد کرد خلاص نقد میکرد و آخرش گفت اینا بازگشت تیم بازنده بزرگ هستن خب حالا دیگه ناگزیر من بخشای از اظهارات میگم مطالب خیلی جالبی رو میبینم که حالا باید بهش بپردازم ببینیم بخشای از اظهارات آقای ظریف رو چون منم یک تحلیلی دارم در جنبندی این تحلیل ها افتخار بنده هست که در کنار شخصیتی صادق و وطن پرست. در این جلسه حضور داشته باشم من فقط بر یک نکته تاکید میکنم و فرصت رو بیشتر برای دوستان برای پرسش ها میگذارم و آن نکته این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به صورت خطوط کلی ارائه میشه و سه اصل عزت حکمت و مسلحت راهنمای سیاست خارجی و چارچوب سیاست خارجی رو تشکیل میده اما خب خب ببینید در, در, همون گذاری نخست دو با یک تیر دو تا نشان زد در نوع اظهار ارادتش خب یک وزنی داد باقی پزشکان خب آقای ظریف آدم عادی که نیست ظریف گفتم با تمام مردان اولا که دیپلماسی میدونه سیاست خارجه میدونه از جوانی در غرب بزرگ شده واژه ها براش مفهوم داره تاکید و تونالیته صدا معنا داشت گفت صادق و تنپرست دو واژه‌ای که در توصیف آقای پزشکان به کار برد باور درونی خودشون نسبت به پزشکان نشون داد در اولین گزاری که پیایند اظهار محبتش مطرح میکنه چه هست؟ گفت که اصلا اول پیش پیش بگم که داستانتون رو بدونید همه ماجره ها رو بدونیم و بدونید سیاست خارجه دستاق پزشکیان نیست مقام معظم رهبری این یک هوشمندی بوده که قابل ستایش هست که یه خط میده به مردم ولی هرچند نقد به خودش محفوظی اگر چون این هست چرا شما پس پای میذارید و این خیلی زشت و زننده هست که شما به عنوان کیسینجر زمان با یه پوشه ایده ذهنی برای دیپلماسی خارجی بیاید سیاست به قول خود چشمانداز کلی رو یک کسی دیگه داره پیش میبره ادامه بدیم گوش بدیم اما در این سیاست خارجی بسیار بسیار مهمه که چه کسی در خیابان پاستور و در خانه رئیس جمهور نشسته رئیس جمهور است که سیاست رو میسازد همینجا داره دروغ میگه با حرف اولش هم قل... همخان نیست خودش میگه چشمانداز کلی رو رهبری نظام تعیین میکنه بعد میگه رئیس جمهور است که سیاست ها رو میسازد اتفاقا سیاست سازان رهبری به مجامع بالا دستی هستن سیاست گذاران مقامات اجرایی هستن ادامه میدیم رئیس جمهور است که سیاست ها رو اجرا میکند و کسی که با نگرش روشن به سیاست خارجی هم خودش خط دارد ولی باور دارد که باید این فرد میتواند در آینده کشور نقش داشته باشد خب تمام تأکید آقای ظریف در این عبارت اینه که مردم بی تفاوت نباشید حتی یک جایم گفت گفت حرف براندازان رو گوش ندید که هر کی بشه تغییر نمیکنه چرا تغییر میکنه خیلی مهمه که مثلا در پاستور چه کسی نشسته پزشکیان نشسته یا مثلا جلیلی نشسته میخواد بگه که مردم به حالتون تغییر میکنه پس بیاید رأی بدید اساسا عکس رأی هست ادامه میدیم من معتقدم که این سیاست خارجی میتواند برای این مردم و برای این کشور و برای نقش مهم منطقه ایران عزیز راهگشا باشد <applause> همین که دارید صحنه هایی از اظهارات آقای ظریف رو میبینید واکنش هم کارشناسان و هم مهمانان اصلی یعنی خود آقای پزشکیان و هم مجری برنامه خب قابل تعمل اونقدر خانه جمهوری اسلامی خالی شده از شخصیت های تأثیر گذار که اون حلقه های اولیه دولت های پیشین مثل ظریف و این تکنوکرات بودن خب اصلا من میبینم در تصویر که چگونه تحت تاثیر دارن قرار میگیرن اینها دست زیر چانه رفته و در حیرت فرو رفته یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشته به برجام شد اجازه نگذارید که ما بگوییم در اون شش ماه تلخ چه گذشت خب اینجا دیگه طوفانی ترین که روزمون گفتن طوفان ظریف و یک جا خب مستقیم به آقای قالیباف و پارلمان حمله میکنه که تصویب قانون راهبردی بوده که برجام رو ناکارا کرده منهای از... یعنی در واقع جناه اصولگرای غالیبافی رو با جریان اسرائیلی همسنگ کرد همون زمان میگفتن که اسرائیل رادیکال های اسرائیل در برون مرز و رادیکال های اصولگرای تون رو در داخل کشور عاملی هستن که نمیذارن برجا محقق باشه حالا امروز که دارم با شما صحبت میکنم یا ساعت قبل در به وقت تهران آقای قالی در گفتگوی تلویزیونی همون برنامه پرسش جمهوری که داشت اونجا جواب داد یه جوری به آقای ظریف اون رو میخوام همین لحظه ببینیم که من دیگه دستم نره چون حیف واقعا من خیلی زحمت کشیدم اینها رو آماده کردم نبایست اینها رو از دست بدیم کوتاه ببینیم آقای قالیباف چه پاسخی داشت اینکه میگویند قانونی که مجلس تصویب کرده است مانع توافق شده چیست خب ما معتقدیم از قضا همین اقدام راهبردی که امروز شما اشاره کردید که گفتن این مانع این کار هست این حرف درستی نیست اولا این رو دقت کنیم امروز من این رو چون شنیدم همونجا یه حرفم زدن اونجا گفته شد که ما حتما اقدامات اون رو باید بر اساس سیاست های کلان در حوزه سیاست خارجی که مصوب شده و ابلاغ شده انجام بدیم خب اولین سآل هم این هست که واقعا خب اگر تابع سیاست ها هستیم مگر مقام معظم رهبری همین چند وقت قبل کمتر از شاید یک سال قبل نفر که قانون اقدام راه بردی کشور رو نجات داد تکلیف روشن کرد همه رو از بلا تکلیفی در آورد خب اگر معتقدیم چرا پس یه میزنیم که قانون اقدام راهبردی مانع توافق شد؟ خب بخشی از پاسخ آقای قالیباف رو دید میدیدیم که در پاسخ به آقای ظریف که در مناظره یعنی همراه آقای پزشکیان بوده جواب داد که روند حقوقی بوده روند قانونی بوده اصلا این نمی بایستی عاملی میشد برای زمین ماندن برجام اما ظریف درست گفت تحلیل خود من اینجوریه دوباره برمیگردم به بخش از اظهارات ظریف که زخم کاری نامیده شد و طوفان ظریف نام گرفت عدد سرشون رو شیره بمالیم درست بمالیم یعنی درست باشه مردم ببینند که اجازه میدید که در زمان تحریم چه شد ببینید مردم تورمتون رو کجا بردند ببینید مردم رشد اقتصادیتون رو کجا بردند مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم نه خیر وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیش و شل بکنه اجازه بدید آقای ترامپ برگرده اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن فراموش نکنیم مهم البته این بخش از حرفاش درسته آقای ظریف این کاره بود میتونست ولی یک بخش نادرست بزرگ داره و اون تطهیره یا به تعبیر ادبیات این روزهای سیاست یا خودشون مالکشی برای نظام بوده این هست که مردم ناامیدند بله من هم میدانم بسیار از مخاطبان ایرانی هم میدونن که آقای ظریف یک تکنوکرات دیپلمات کارکشته هست اما این رو ما میدانیم که شما نمیتوانید کاری بکنید با رویکرد با رهیافت با راهبرد آقا نمیخونه ایجاد مشکل میکنن تابلو در روز روشن بلند کرده بودن ای آنکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت اینا که همینجوری که آن که یه گروه خودسر کد گمراه کننده هست عبارت خودسر عبارت خودسر برای فراری دادن رهبری از مسئولیت پذیریه ولی اعوان و انصارشن ای آنکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت دو تا پیام خوفناک داشت به لحاظ علم امنیت در هر جای دنیای آزاد باشه این باید بازداشت بشن اول اینکه سراحتا داره میپذیرن که استخر فرح همون هرچند که مال استخر شهبان و فرح پهلوی نبوده واقعا حالا به این نام اونجا دامن زدن استخری که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در اون به قتل رسید یعنی اصل قتل رو تایید میکنن و دو در روز روشن تایید میکنن که تو رو هم میکشیم و صدایی بر فساد رو ببینید وقتی اینا رو مردم میبینند آقای ظریف اینها رو نمیبینه دوباره و میاد پا به میدان میذاره که از این ساحت قدرت یک کاسه ای بگیره برای تدبیر امر خب این نشده این نشد و شش ماه تلخ و پنهانکاری اینها آزردگی جمعی در جامعه ایجاد کرد ادامه میدیم چون یه بخشی هست که دیگه خیلی به تعبیر خودش قوقا کرده ببینیم اون رو خب همین لحظه که شما من به کردم همین لحظه که شما اصلا آقای ظریف با حضورش اصلا حیمنه پزشکیان رو تحت تاثیر قرار داد اتفاقا گفتم یک مقاله قائم مقام روزنامه فرهیختگان یه تحلیل خوبی نوشت در رابطه با همه نامزدها مشخصا درباره پزشکیان من موافقم و اون رو یک گزیده کوتاه میخوام اشاره کنم یک بخشش الان میگم بعد ادامه میدم اساسا آقای پزشکان نظر به اینکه حضور پررنگی داشت همش هوش دوره در مجلس بوده به اصطلاح سیاست نهج البلاغه بلاغ خان هست اصلا برخلاف انتظار داره میره جلو یعنی اون کاریزمای لازم کلامی رو نداره منسجم نیست پریشانه آشفته است. شما ببینید با آمدن زریف اصلا نگاه رفت روی زریف هنوز نتونست جان بگیره اتفاقا فرهیختگان جایم داره گلی میکنه به شورای هم گره کرد که مملکت اینقدر قحط و رجا من پس اون محتوایی که مد نظرم بود از فرهیختگان رو بگم همینجا خلاصش رو گفتم دیگه در سرمقاله که در صفحه که خودش منتشر میکنه از شورای نگهبان گلایه میکنه که اینقدر کشور قحط و رجال شده که تمام داشته هاتون همینند نکته بسیار تکان دهنده بود که از اینکه تو روزنامه ای در تهران منتشر بشه مهمه ولی خب ملت که قطعا پیشروتر از همه چهره های سیاسی دارن حرکت میکنن آقای بازم تاکید میکنم من میخوام بگم این ناسازواره ها این تناقض ذاتی کمکی نمیکنه وقتی شما نمودار میگیری مردم ببینید تورم رو به کجا بردن مردم ببینید فروش نفته که به شما به دروغ میگن ما یادشون دادیم دولت آقای رهبری نظام جمهوری اسلامی میگه اصلا دولت رئیسی دولت قبله عالم بوده دولت رو به سمت قله بوده شما واقعا قبول نداری خب باید زیل منویات رهبری نظام وزیر خارجه بعدی پزشکیان بشی اگر این مصادیق رو قبول نداری که نمیتونی اینجوری نقد کنی میدونید بحث بر سر این تناقض این ناهمخانی هاست مخاطب ایرانی رو گیج کرده مخاطب ایرانی پیشروتر از شماست دریافته که قدرت اصلی یا به تعبیر سیاسیون هسته های اصلی قدرت هسته سخت قدرت مجامعه بالادستی امکان تحقق وعده هایی رو که میدید نمیدن از این منظر انتشار نمودار و فریاد کشیدن ها هم نمیتونه تشفی خاطر باشه من وقتم با سرعت تمام رو به اتمام رفت خیلی مطلب داشتم با بگم نمیرسم برای انتخابات مطلب زیاده خیلی کوتاه همینجوری که صحبت میکنم نسیم شهر تهران یه منطقه نسبتا پایین دست جنوبی تهرانه آقای پزشکیان رفته اونجا من صحنه هایی رو میبینم که خیلی دارن تلاش میکنن که صحنه آرایی کنن به نحوی از آنها میزان مشارکت رو به بالاترین وجه ممکن نشون بدن شما رو میبینید حتی از, اقوام استفاده کردن و جالب اینجا بود که ظریف هم از عبارت وطن پرست براش استفاده کرده بود چرا که آقای پزشکیان تا حدودی در معرض و مزان اتهام است که گفتمان های واگرای قومی داره حتی من یک شخصیت های نزدیکش هم و دیدم که مطالبی رو مطرح میکنن که الان ارزش پرداختن فعلا نداره عباراتی که بسیار عوام فریبانه است مبنی بر اینکه از تهران و اصفهان به تبریز میبریم پای تخت سیاسی رو عباراتی که رنگ مطلوبی نداره و عبارات همون واگرایی قومی است که من اشاره میکنم یه مطلب دیگه میخواستم از سعید جلیلی بگم بسیار جالب بود اولین مستند سعید جلیلی هم ساخته شده مجبورم همین زمان که با شما صحبت میکنم شما صحنه رو ببینید یک جوانی رو الان میبینید رو میز میزنه این تکه رو بایست دید آقای علی بخشی همون جوان معترض از وضعیت اقتصادی بوده که بالای پل رفته بود خودکشی کنه روی هم رفته مستندی که برای جلیلی ساخته شده به گمانم آقای فخیم زاده ساخته و مستند قوی بوده تو مایه های مستندات آقای به تعبیری کروبی و اون زمانی که اصلا مستند سازی توسط کارگردانان باب شده بود تو این مایه ها بوده مستند جلیلی مست... بلازه هنر فیلم سازی قوی بوده تک این ق... بخش رو ببینیم من شخص که الان روبروی شما نشستم همون علی بخشی هستم که رفتم رو پل شهید بختیاری خودم و میخواستم بندازم پایین چرا؟ دخترم به هم زنگ زد گفت بابا روز معلمه گل برام بخر بیار <applause> یان همینجوری ما تو مفهود موندم باورت میشه هزار تان پیتی هم نبود برم گل بخرم برای دخترم روز معلم بود به تنها چیزی که فکر کردم رفتم رو پل دارن <applause> اقدام خودم رو بندازم پایین راحت کنم از دست این قبلی ها یعنی واقعا نابودمون کردم این شرکت با... خب عملا وقت برنامه به پایان رسید خیلی کوتاه بخوام یک نکته بگم عجب هنر اصلا هنرفیشه پیشه استخدام کرده آقای یعنی کارگردان استخدام کرد آقای جلیلی که هیچ اصلا هنر کردن برای پیشبرد اهدافشون و انتقال پیامشون به مردم و این میرسونه که آقای جلیلی با این میزان تدوینگری و احتمام به ماجرا احتمالا یکی از گزینه های راه راه رونده به سمت دور دوم خواهد بود اعت... کنارگیری جلیلی تا حدودی دور از ذهن تا اطلاع ثانوی الا اینکه قالیباف رو اجماع بیشتر پیش آید که اونم احتمالش هست من وقتم امارم به انتها رسیده تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود